خیلی برام جالب بود، ببخشید وسط صحبت میام، که نه تنها خودش عذاب میکشیده و احتیاج به کمک داشته، بلکه اون کسی که میخواد حالا تو خانواده کمک بکنه بهش هم احتیاج به کمک داره که یاد بگیره چجوری این کارو بکنه. چون خیلی موقع ما فکر میکنیم که خودمون بیمار کمک رو میگیره تمام میشه، حالا یه مدت بستری میشه، چون اینا که نمیشه همیشه بستری، یه مدتی تا اونجا که میگم، حالا احتمالاً توی داستان برادر تو هم هست که چون از اولش هم با یه بستری در واقع شروع شد، حالا به خاطر شکستگی شونه بوده، ولی اینکه حالا اون کسی که داره با این آدم کنار میاد خودش باید چی کار بکنه، اصلا خودش باید چه جوری با این آدم کنار بیاد، چون ما تا وقتی به خودمون کمک نکنیم که به کسی نمیتونیم کمک بکنیم. چه جوری اون آدمی که با اینا درگیره خودش سلامت روانش رو تا حد ممکن حفظ بکنه و بعد به اینا هم کمک بکنه. این یه نکته شاید بشه گفت اصلا جدیدیه که الان توی این صحبت مطرح شد، که خود کسی که داره با اینا کار میکنه چقدر خودش احتیاج به کمک داره. اصلا بکنم این واقعا یه چیزی که ما زیادش توجه نمی‌کنیم. درست میگی، اصلا این یه چیزیه که حالا توی ادامه داستانم بهشم حتما در مورد شرف میزنم. من بالاخره به یه جا تلفن کردم توی همین حالتهای اضطراب شدید و افسردگی که شما در موردش حرف زدی، احساس کردم که من خودم دارم از بین میرم و میدونستم که هیچ کمکی به کسی نمیتونم بکنم. یه شماره تلفن من از یه جا حفظ کرده بودم، چون واقعا شماره تلفن خیلی ساده بود، حفظ کرده بودم. این شماره تلفن به نظرم اومد و واقعا در یکی از لحظاتی که احساس میکنم همین الانه که دیگه سکته کنم، این شماره تلفن رو گرفتم و نمیدونم به چه امیدی، واقعا نمیدونم، میدونستم که باید با یکی صحبت کنم و این شماره تلفن رو گرفتم و یه شخصی جواب داد و من هنوز اون صدای اون شخص تو گوشم و ببینم چه فرشته نجاتی بود اون روز واسه من. خیلی خوشحالم که یه نفر تلفن جواب داد اون روز. اولین چیزی که به من گفت نفس عمیق بکش. اصلا همون لحظه که اون نفس عمیق رو کشیدم احساس کردم که یه چیزی عوض شد توی وجودم. بعد شروع کرد در مورد از خود مراقبت کردن، خود دوستی، حد و مرز داشتن، در مورد یه کلمه های صحبت کرد که من اصلا در عمرم نشنیده بودم این کلمات رو، اصلا در موردشون هیچ اطلاعی نداشتم و تمام مدتم داشتم گریه میکردم. این هم اصلا هیچ براش مسئله نبود، گذاشت گریم و کردم و هیچ عجله نداشت. و بعد برگشت به هم گفتش که چیزی که من دارم در اون لحظه احساس میکنم یه اسم داره، بهش میگن caregiver stress. اصلا من یه همچین چیزی نشنیده بودم. در واقع استرسی که همین که شما گفتی کسی که مراقب یه شخصیه که مریضی روانی داره، در واقع اون شخص انقدر استرس داره توی زندگیش که این واقعا اینا باعث یه کاندیشن میشه، باعث یه مسئله خیلی بزرگی میشه واسه اون شخص و بهش میگن caregiver stress. و گفتش که خیلی نرماله، خیلی کسان این مسئله رو تجربه میکنن به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که مراقبت میکنن از عزیزانشون اصلا به خودشون نمیرسن، همیشه خودشون رو فراموش میکنن و این خیلی مسئله رو بغرنج میکنن. بعد به هم قول یه چیزی به هم گفتش که من خیلی خیلی خوشحالم که گوش میکردم. بعدش به هم گفتش که مریضی برادر تو اصلا تقصیر تو نیست و این واسه من خیلی خوب، به خاطر اینکه یکی از چیزایی که آدم رو واقعا ناراحت و اسیر میکنه همین که همش خودتو تقصیر کار بدونی در مورد یه همچین چیزی. به هم گفتش که
برادرم باید خودش آمادگی اینو داشته باشه قبل از اینکه بره کمک بگیره. و در واقع من تمام کارهایی که میکردم که این خودش بره برای خودش کمک بگیره اصلا واقعا بی اثره، باید خودش بخواد که بره کمک بگیره. برگشت به هم گفتش که تنها کنترلی که من دارم روی خودمه. اینا الان این روز واسه من خیلی ساده است درک این مسائل، ولی در اون لحظه در اون مقطع زندگی من اصلا اینها رو باور نداشتم و برای همین میگم زندگیم از این رو به اون رو شد. بایش بهم گفتش که اگر کسی هم احتیاج به کمک داره خودتوری. اول از خودت شروع کن. و یک چیزی گفتش که برام واقعا مثل جواهر بود و اونم این بود که امید هست و من اون در اون لحظه امیدم رو از دست داده بودم، هیچ امیدی دیگه نداشت. خلاصه تمام این حرفا حد و مرز و خود دوستی و از خودت مراقبت کن و امید و این چیزا منو بیدار کرد در واقع. و در اون لحظه من این راه خودشناسی رو شروع کردم. از اون به بعد دیگه اصلا هیچ واهمه‌ای نداشتم. در مورد اسکیزوفرنیا صحبت کردم، در مورد سلامت روح و روان صحبت کردم، به هر کی میرسیدم در مورد این مسئله حرف میزدم، در مورد استراب، در مورد افسردگی. و واقعا چقدر جالبه که با هر کسی حرف میزدم یا خودش داشت با این مسئله دست و پنجه نرم میکرد یا اینکه یه کسی رو میشناخت که مثلا گرفتار بود. و وقتی میشنوی که میگن از هر 5 نفر یک نفر واقعا با یک مسئله روحی برخورد میکنه، واقعا درسته. یه چیزی که شما توی پادکستت گفتی واسه اون یک نفر هست کمک زیاده، ولی واسه این 4 نفر که واقعا نمیدونن خیلی کمک کمه. یکی از منابعی که خیلی به من کمک کرد یک کلاس 6 جلسه‌ای بود که در عرض 6 هفته این برگزار شد و برای زنان بود و اصلا فکر می‌کنم مقدمه خودشناسی بود واسه من. هر هفته در مورد یک مسئله حرف می‌زدن و بعد از اینکه من از اون 6 هفته اومدم بیرون تازه فهمیدم چه دنیایی برام باز شده. بعد شروع کردم این کلاسای ادوکیشن سازمان روح و روان که در واقع واسه کیرگیور ها بود، به همراه مادرم با هم دیگه رفتیم در واقع، که هر هفته یک کسی میومد. مثلا یک هفته یه سایکوتراپیست اومد اونجا شروع در مورد انواع اقسام امراض روانی همه رو توضیح داد، مثلا ببخشید علائمشون رو گفت، بعد مثلا از چه منابعی میتونی کمک بگیرین از تمام اینا گفت. یک هفته دیگه یک کسی دیگه اومد در مورد ارتباط بهتری برقرار کردن با کسایی که دچار این مریضی ها هستن. یک هفته دیگه یک کسی دیگه اومد در واقع همین جوری که من الان دارم داستانم رو میگم اونم داستان خودش رو گفت. خلاصه هر هفته یک چیزی یاد گرفتیم. من فکر میکنم یکی از مهمترین چیزهایی که یاد گرفتم اینه که در واقع بهش میگن the 3 C's of mental health. سه حرف C
سه حرف سی مریضی روانی و من دوست دارم اونو اول به انگلیسی میگم بعد به فارسی میگم. I didn't cause it. یعنی من تقصیر من نیست. من اینو این مسئله رو باعث نشدم. I can't cure it. یعنی من نمیتونم اینو درمان کنم. سومیش هست. I can't control it. یعنی من نمیتونم اینو کنترل کنم. ولی یه چیز چهارمم من یاد گرفتم. یه چهارمین سیش اینه که but I can cook with it. یعنی من میتونم باش کنار بیام. میتونم یاد بگیرم چطوری باش کنار بیام. و این واسه من خیلی مهم بود. یه درس خیلی خیلی مهمی بود. منم پنجمین سی رو اضافه کنم اینجا. آره. I need to care for myself. باید خودم از خودم مراقبت کنم. شاید. راست میگی. دقیقاً. خیلی خیلی مسئله مهمیه. من یه چیزی میخواستم بگم. هر کسی توی زندگیش اینم از اون درس ها بود که یاد گرفتم. هر کسی توی زندگیش باید زندگی خودش رو تجربه کنه. من هم به این باورم امروز که ماها همه زندگیامون رو خودمون انتخاب کردیم. یعنی خودمون انتخاب کردیم تو چه خانواده‌ای به دنیا بیایم، تو چه پدر مادری به دنیا بیایم. و این کارو این تصمیم رو به یه دلیلی گرفتیم، یه دلیلی که یه درسی ازش یاد بگیریم. و هر کسی تجربه خود زندگی خودش رو باید طی کنه. و اگه ما بخوایم زندگی یک کسی دیگر رو کنترل کنیم، در واقع مانع این میشیم که اون شخص زندگی که براش اومده رو تجربه کنه. این درس بزرگی بود برای من. امروز خیلی آرامش بیشتری دارم به خاطر اینکه میدونم تنها کنترلی که من دارم رو خودمه، رو افکار خودم، رو احساسات خودم و رو کردار خودم. در واقع تنها کنترلی که دارم ایناست. توی از طریق CMHA من تونستم دو سه تا ترینینگ دیگه بردارم، دو سه تا چیزی که واقعا به من کمک کرد. یکیش کورس اسیست بود که پیشگیری از خودکشی. در واقع به آدم یاد میده که چجوری بفهمین که یه نفری علائم خودکشی داره و بتونیم به اون شخص کمک کنیم و شاید بتونیم جونشون رو نجات بدیم. یه کورس دیگه که برداشتم Mental Health First Aid بود که اونم در واقع کمک به همین کسایی که از این امراض روانی رنج میبرن، اونو خیلی تاکید میکردن روش. و یه کورس دیگه هم برداشتم که اونم باز هم کمک به کسانی که به فکر خودکشی هستن. میخوام بگم که کمک خیلی زیاده، اطلاعات خیلی زیاده و اگر که ما توی واقعا دلمون بخواد که بریم یاد بگیریم میتونیم، کسی جلومون رو نگرفته. تمام این کورس هم مجانی بود. من از طریق CMHA خیلی چیز یاد گرفتم و به خاطر همین شروع کردم براشون داوطلبانه کار کردن. اون مدتی که به من اینا یاری دادن و منو از اون موقعیت واقعا فاجعه بار کشوندن بیرون به من خیلی کمک کرد و من تصمیم گرفتم که اگر بتونم حتی به یک نفر کمک کنم که یه ذره امید توی زندگیشون پیدا کنن، واسه من خیلی هدیه بزرگی. به هر حال امروز من داوطلب هستم اونجا و همین که داوطلبم که همین جوری که مثل الان صحبت میکنم با شما، داستانم رو برای شما و شنونده هاتون میگم، که بازم هدفم اینه که اگه یه شخصی هست الان به من گوش میکنه و خودش رو تو این موقعیت میبینه و امیدش رو از دست داده،
میخوام بگم که امید هست و اگه بتونین این مسئله رو بازو کنین، در موردش بیشتر حرف بزنین، با شفافیت بیشتری در موردش حرف بزنین، خیلی راحت تر میشه این مسئله برخورد باهاش. امروز میتونم بگم که خوشحالم بهتون بگم برادرم الان حالش بهتره، تنها زندگی میکنه، خیلی زندگی ساکتی آرومی داره، دواهاشو مرتب استفاده میکنه، اپوینمنت های دکترشو میره، بر خودش خرید میکنه، بعضی وقتا هم با هم دیگه از طریق مسنجر از این ایموجی ها میفرستیم. حالش خوبه، خیلی شکرگزاره، خیلی مهربونه. یه چیزی میخوام باهاتون شیر کنم، این شماره رو فکر میکنم هممون بدونیم دیگه، چیزای رومنه، شماره رومن. این یکه و یازدهه که با هم جمع شده شده ده. چطور؟ چطور؟ غلطه نه؟ ریاضیش که به حال جور در نمیاد. اینجوری چی؟ آره درسته، آره این الان درسته، ده مساویست با نه بله به یک، درسته الان درسته. من فکر میکنم که ما حقیقتها رو بعض وقتا اینجوری میبینیم. متوجه. یه چیزی رو میبینیم بعد مثلا فکر میکنیم این حقیقت دیگه، این همینی که هست، این درسته دیگه، این حقیقته. درسته. در صورتی که اگه فقط دیدگاهمون رو عوض کنیم، فقط اینو برگردونیم یه جور دیگه نگاش کردیم، کاملا میبینیم که نتیجهش متفاوته. فکر میکنم زندگی همین جوریه، خیلی وقتا اون چیزی که ما میبینیم در واقع حقیقت ماست، فقط اون چیزی که باور داریم. باور ما چیه؟ باورمون چیزیه که هی فکر میکنیم در موردش، هی فکر میکنیم این تبدیل به باور میشه و همین به همین سادگی میشه اینا رو تغییر داد. چند وقت پیش برادرم یه روز به من تلفن کرد و از طریق همین سکایپ، خیلی ناراحت بود، کیفش رو زده بودن، کیف پولش توی همین ساکش بود و تمام کارت شناساییش و کارت بانکش و اینا، و همین که دیگه با ارزش ترین چیزی که تو زندگیش داشت آیپدش بود که اونم رفته بود. خیلی ناراحت بود. خیلی جالبه که مثلا من اگر که قبلا توی این موقعیت درگیر سریع همینجوری میگفتم خب همینه دیگه، تا زندگی تو عوض نکنی، تو مثلا با اینجور آدم ها بپری، بعد قضاوتش میکردم، خجالتش میدادم و آخرش هم همیشه هیچ اتفاق بزرگی نمیافتاد غیر از اینکه ناراحت بشه، عصبانی بشه، یه چیزی بگه، من یه چیزی بگم و قطع کنیم و بریم. ولی این دفعه فرق میکرد. برشتم بهش گفتم که نداره دیگه، پیش میاد دیگه، اشکال نداره، این اتفاقی که بر همه ممکنه بیفته، چیزی نمیشه، آیپد دوباره میخری، این کارت بانکت هم مهمه، اونو فقط بری بانک و کنسلش کنی و یه کارت دیگه بگیری. به هر حال میخوام بگم خودم گذاشتم جای اون که قشنگ احساس کنم که یه همچین مسئله چطور میتونه روی اون شخص تأثیر بذاره. به جای اینکه از بیرون به این قضیه نگاه کنم، رفتم خودم گذاشتم جای اون. من خیلی تغییر کردم، یعنی تغییر رو در خودم خیلی میبینم و همیشه فکر میکنم که شاید باید این اتفاق به نظرم اومد توی اون مقطع زندگیم خیلی فاجعه بزرگی بود، شاید باید این اتفاق میافتاد که من به
بتونم خودم رو به اینجا برسونم و بر این باورم که هر اتفاقی واسه خوبی من میفته، یعنی تو زندگی من همه اتفاقا واسه خوبی خودم میفته. من فکر میکنم که الان که بهش نگاه میکنم میبینم برادرم واقعا واسه من یه فرشته نجاته، باعث شد که شاید یه خورده بیشتر حواسم به خودم باشه، باعث شد که خودم رو شروع کنم به شناختن. بهترین اتفاقی که افتاد اینه که هدف زندگیمو پیدا کردم و اینکه الان صبح که پا میشم اولین چیزی که چشم رو باز میکنم اینه که تشکر میکنم از اینکه هنوز یه روز دیگه توی این دنیا هستم و از اینکه زنده‌ام واقعا خوشحالم. اینم داستان من. مرسی مرسی. این داستان، خب من شاید حالا با یه تغییراتی و یه کمی جزئیاتش فرق بکنه، خیلی کم البته، دفعه دوم این بود که میشنیدم، چون یه بار دیگه هم توی همون برنامه شنیده بودم ولی مثل همیشه بازم تأثیرش رو داشت و خود داستان مؤثره و از اون شاید برای حالا برای من مهمتر اون نتیجه‌ای که ازش گرفتی، چون این تیکه آخری که الان شما صحبت کردی در مورد این که یه چیزی که میتونه ظاهرا یک فاجعه باشه میاد و زندگی آدمو طوری تغییر میده و آدم انقدر توش یاد میگیره و رشد میکنه و معنی توش پیدا میکنه که بعد میگه که برادرم فرشته نجات منه. یعنی این اصلا این جمله خیلی جمله بزرگیه، دقیقا همون معادله ریاضی که برعکسش کردی، یعنی فقط دید عوض شد و باعث شد که یه آدمی که ای بابا چیکار کنیم که این یه روز نباشه که ما بتونیم نفس بکشیم، حالا کسیه که باعث شده که من احساس کنم که چقدر هر روز برام الان یک معنی دیگه داره. ما در مورد این قضیه معنی خیلی توی صحبت‌ها پیش اومده و این یک مثال عالیه براش و من خیلی متشکرم که اینو مطرح کردی که چطوری وقتی آدم دیدگاهش عوض میشه. یعنی ببین، تمام اون مجموعه که من توی حال خوب در موردش می‌خواستم حرف بزنم توی این داستان بود، یعنی کافیه کسی من این داستان از اول تا آخر همشو گوش بده تا تمام اونایی که صحبت کرده بودیم یه مرور کامل بشه با داستان و با داستان اونم واقعی، نه یه داستانی که حالا ساخته میشه، داستان واقعیه که چطور دیدگاه که عوض میشه زندگی آدم عوض میشه، چطوری یه چیزی میتونه که خیلی ممکنه عذاب آور باشه به زندگی آدم معنی بده و وقتی زندگی آدم معنی پیدا کرد چطوری صبح که بلند میشه انگیزه داره. خیلی از آدمای دور و بر ما هستن به زندگیشون خودشون معنی نمیدن و برای همین صبح که بلند میشن فکر میکنن چقدر خوب بود که این آخرین صبحیه که بلند میشن، در حالی که دقیقاً با یک کاری که آدم توش معنی پیدا میکنه. الان فکر میکنم این کمکی که میکنی شما به کسای دیگه که این تجربه رو ممکنه داشته باشن و در واقع یاد بگیرن و احساس بکنن که تنها نیستن، این خب خیلی معنی میده به زندگی یک آدم و باعث میشه آدم همونطور که میگی صبح که بلند میشه میگه چقدر خوب که من یه روز دیگه هم زنده و میتونم تو این دنیا یه تاثیر خوب دیگه دوباره بذارم. این اصلا حرف نداره. من اولا که خب دوباره تشکر میکنم که این داستان رو با ما شیر کردی، ولی من یه سوال مهمی میبرم پیش اومد و اون این بود که در تمام این مسیر از زمانی که فهمیدی که چیزی به اسم بیماری روانی توی برادرت وجود داره و حالا دیگه ما یه بیمار روانی تو خونمون داریم، اون زمان احساس این که وای مردم نفهمن چقدر بده و من باید پنهانش بکنم، الان که میدونم نداری برای این کلان اینو داری با این همه آدم در واقع در میون میذاری، ولی زمانی شد آیا که فکر کنی که نه من اینو نباید به کسی در میون بذارم، بهتره که با هیچ کس صحبتشو نکنم، بذاریم خودمون حلش کنیم، چیزی که من خیلی میشنوم، خودمون تو خودمون حلش کنیم، کسی نفهمه، آبرومون میره، همچین احساسی هیچ وقت داشتی؟